و پرسان کردن متعلق به شب براعت و در این حال گفت که قاری معذور میتاند که در تراوی امامت کنه و پرسان کردن که گهی گهی ملت به این باورن که تا ملای مسجد خودشان و از آن نگفته شام افتار نمی و سحری را بس نمی کنند و گفتن که بیان کردن بالای قبر از چی قرار است باقی امشیره بار دومش است یک چند ما قبل هم سوال کرده بود از نقاشی زندجان و همون موقف را که در همون زمان داشتم در این زمان نیز دارم امشیره گرامی هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت همه برادران و خواهران در هر گوشه دنیا صدای که صدای مرا میشنوند امیدوار هستم که روزی خوش و خورم و لباس عافیت به داشته باشند اگر کسای بیمار بوده باشند مشکلاتی داشته باشند از الله رب العالمین متمنییم تا برای رفع مشکلاتشان مهربانی نماید و یا هم صبر و حوصله مندی نصیبشان بگرداند برادران و خواهران با عزت و با شرافت در هر گوشی که صدای مرا میشنوین برنامه های پرسش و پاسخ شبکه رادیو نوای مسلم از آدرس بلخ بامی به جهان یک منبع خیر و یک آموزگار خیر و به منافع بشریت بوده است لذا خدمت عرض میکنم که نخستین سوالی که برادر کردن قبل از سلامشان قبل از سوالشان سلام دادن و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و در عین حال با وقفه ای که در میان آمد بند بندشان سائلان سلام داشتن ما در جمع علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و می گویم سوال اولیشان امی بود که اگر یک معزین اقامه را غلط میکنه و یا هم از پیششان فراموش میشه بعضی کلمات از پیششان میمانه چه کار شوه فقیهان امت اسلامی دو مطلب در یک ردیف میارن که خطایی در کلمات اذان و یا هم کلمات اقامه شخصیت های علمی همچو امام نووی ابن قدامه و منابع حنفیت و مذاهب فقیهان امت اسلامی در این داستا فرموده ان اگر امو لحظه که خطا شده یا ترک شده اشتباه شده جای به جای اعاده کنه به صورت درستش یک مسئله در صورتی که به وضعیت نماز خوانده شده آیا نماز شده و یا نماز فاسد شده منابع فقیحان امت اسلامی از جمله ابن قدامه رحمت الله علیه میفرماید و ین صله مصلین بغیر عذنین ولا اقامتین ف الصلات صحیحت میفرمایند که اگر یک نمازگذار بدون اعزان و اقامتم نماز فرضی را بخوانه نماز فاسد و یا باطل نشده است دلیلش از جناب علقمه و یار و همسنگرش دو نفر روایت از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می آورد فصلا بنا بلا اذان ولا اقامت و ما بدون اذان و بدون اقامه نماز داده است روایت از, از اثرم است و این شخصت مهم فقه امت اسلامی میگه ولا اعلم احدا خالف في ذلك الا عطاءن هیچ کسی را ندیدیم که در این باب اختلاف کرده باشد مگر شیخ الاسلام عطا ابن ابی رباح لکن در میان دو روایت به اساس تخصص فقه قول راجه و قول معتمد داشته جمهور امت اسلامی است از این خاطر خدمت عرض می کنم که حکم تکلیفی اقامه سنت معکده است جمهور فقهان امت اسلامی گفتند که اقامه در نماز فرض نیست واجب نیست سنت معکده است و به اساس قانونی تخصص اگر کدام سنت موکده که اون بیرون نماز باشه ترک شده باشه در فساد و صلاح نماز او نقش ندارد خلاصه تا اینجا را بس به عبارات علمی برای مخاطبانی که علی تحصیل و دانشمند بودند در ادامه برای عوام خدمت عرض میکنم اگر کسی که اقامه را به خطا خوانده است یا فراموش کرده و نماز خوانده شده نماز کاملا صحیح است قابل اعاده نیست اما متعلق به معزینی که به طور دائم ازان, چه از و اقامه را غلط میگه باید یا آموزش داده شود و یاد بگیره و یا عوض شود این دو جزیه اخیره به خاطر ازی گفتم که تکمیل امی, امی عبادت بیا نقیصه نیایه دومین سال را گفتن که اگر در روی قالین نماز عکسی پرنده باشه نماز می شود یا خیر در این رابطه شاید هم در موارد قبلی بحث کرده باشم یک انسانی که نماز می خوانه شش جهت داره از شش یک جهتش تصویر مشکل نداره و که در متن قالین و فرش که تصویر است نمون فرق از او پای خودم مانده باش اما بودن امچو تصویر در خانه ها مالی نزول رحمت می شود ما متعلق به نماز امیر زدیم باقی پنج صورت به پنج جهت دیگه که در هر جهت صورت باشه نماز خالی از کراهت نیست امیدوار هستم که پرسنده گرامی و مخاطبان عزیزمان مطالب را به صورت علمی گرفته باشند عبدالله عزیز پرسان کردن که زمانی که انسان ها در بانک ها پیسه میماند هرگاه پیسی خود دوباره از اکاونت که میکشی یک مقدار پول اضافی می دهد یک سوال شانمی بود که آیا سود هست بدون شک بدون شک از نظر قواعد اقتصاد اسلامی زمانی که پول خود در یک بانک و اکاونت بمانی بدون کدام قرارات مزاربت و غیر و او پول به تو اضافگی دهد نام زو فایده بلا است از نظر تحقیق منابع فقهی به قرآن به حدیث به اجماع امت مسلمه ای سود است باقی گفت همه سود می شود یا مو انداز مشکل ندارم و اندازه که سود آمده او را کشیده شود به یک مسکین بدون نیت سواب داده شود الله رب العالمین ما و شما را رحم و کرم بفرماید سومین سوال امیس که گفته که در نمازها که و خیر من النوم میگن درست نیست عزیزان من قسمان در منابع فقه و منابع حدیث مسائل خیلی بیشتر اختلافی می اما از نظر تحقیق علمیش با مو اسنادی که در اختیار منابع امت اسلامی است و خیر من النوم مشکلی ندارد یعنی درست است و سوالی دیگر کردن برادرای ما کسایی که پنج شنبه و دو شنبه را نیت کرده که روزه میگیرم و بعدا ترک کرده یکی بحث نظر است یکی نیت است قانون در نظر امیس که شرایط پنجگانه و الله اعلم داره یک شرطش تلفظی به زبان است لله علی کذا و اینمی که تلفظ نکرده باشه و مشکل نیست اندازی که روزه گرفت نگرفت هرگاه که تلفظ کرده و نظر کرده که یک پنجشنبه ده پنجشنبه یا است با او صورت دیگه بالای این لازم میشه به اساس تخصص فقی که امر نفلی به نظر انسان ها واجب میگردد این ایجاب عباد گفته میشود و دوم پرسان کردن که زمانی که پول افغانی نو کنش با هم تبادل میشود اما چی میشه؟ اضافه یک به دوازه ست به آیا درست است یا یعنی؟ در اینجا باید دو جمله را گفت در قدم اول مخاطبان ما باید بیندیشن که پول افغانی یا اسکناس های جدید به اساس تخصص فقه چی هستند و بعد ایره خدمت عرض می کنم که اگر پول افغانی بندازی کونه شده که از چلش مانده نه بانک میگیره نه تاجران می گیرن. در امچه صورت اگر کسایی را خریداری می کنه زیر نرخ هیچ مشکلی تخنیکی دیده نمی شود زیرا او جنس شده فعلا از نقود برآمده. اگر که مدار چلش از تاجر می گیره و بایت المال می گیره، در امچ صورت به اساس تخصص رسول صلی الله علیه و سلم که در طلا و نقره گفته بود جید و ها و و ها سوان جید و ردی هر دو یکسان است و آخرین داشته های تحقیقات علمی همی است که به این پول های ای حکم طلا و نقره را به نحوی از انها به عبارت از عبارات داده شده از این خاطر با ای صورت سود است کاملا خطا و نادرست است سومین سوال کردن که بعد از سوره فاتحه ما دو آیت خوانده به نماز رفتیم نه خیر نمازتون فاسد نشده باقی امشیره بار دومش است یک چند ما قبلم سوال کرده بود از نقاشی زندجان ما همون موقف را که در همون زمان داشتم در این زمان نیز دارم امشیره گرامی هم یعنی شما نقاش هاستین مجسمه میسازن چیزهای زندهجانم می سازن مناظر طبیعی ر می هم میسازین همان وقت گفتهام که رسول صلی الله عليه وسلم در حدیث صحیح بخاری به صورت با اسناد منبع موثق میفرماید انه اشد الناس عذابا یوم القیامتی المصورون بعد از کفر و شرک در میان مسلمانان یکی از مواردی که شدیدترین عذاب و سختترین عذاب نصیبشان میگردد روز قیامت آناین که نقاشان تصویرگیرندهاند و تصویر بردارند و گهی گهی چنین است که لعن الله المصورین الله ربالعزت ایشان را لعنت کرده است به ای تناسب احادیث در تحریم تصویر خیلی زیاد است در این راستا من به یک حدیث امام بخاری اکتفا می کنم ان الله در صورتی که قید کتاب میشه احادیث مختلفه در ارتباط به تصویر ان الله که در فتاوا نوشته میشه باز خدمت شما حتما تقدیم می شود اما فعلا به یک حدیث اکتفا می کنم این اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون روایت از اس بخاری است پیامبر صلی الله علیه و سلام نقاشان او تاریخ و این تاریخ را که مجسمه ساز گفته اینا را به صورت عموم از رحمت خدا زده شده نامیده است و در عین حال عذاب سخت در قیامت پیش بینی کرده و ای بجز از ای آدرس اطلاع را علا نداده باشد از تمامی کسی دیگری نیست اما اگر شما میخواهید کسی آدرس پیش برین هیچگاه زنده جان را نقش نکنین فقط میتونین مناظر طبیعی و جای دیگر را اشکالی ندارد و برادر ما پرسان کردند که اگر یک انسان دستمال یا لباس بینماز ره در جیب داشته باشه به با او نماز خوانده باشه در این رابطه فقیحان امت اسلامی یک بحث دارند به نام حاملو لنجاسه یعنې الصلاتو مه حمل النجاسه نماز همراه حمل نجاست در حمل کرده باشی یا دا دستار یا دا, دا پتوید یا دا 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 در واسکت یا دا جیب در امچه صورت ها ما تنقیح میکنیم آیا نجاست غلیزه بود یا خفیفه با در امچه صورت تقسیم بندی که در نظام فقه هست که نجاست غلیزه چی اندازه عفو است نجاست خفیفه چی اندازه عفو است در این رابطه دیگه ببخشین بزرگواریتان تشریحی از این که مشکل جنجالیه کسی یعنی همون لحظه می بینیم که جنج نجاست چی هست باز با یک عالمی با یک فقیه مشوره کنین که ادرار است یا ادرار انسان است ادرار مواشی است اگر از ادرار مواشی باشه از هر اندام انسان یعنی چهار تقسیم میشه تا حد چهار تقسیم یا حد کمتر اگر باشه خیر از او بالایش باز خراب است اگر نجاست ادرار انسان یا مانند از او شراب و خون باشه باز قدر درهمی شرعی افو هست. از آن بالا نیست و در عین حال گفت که قاری معذور میتاند که در تراوی امامت کنه هرگیز نمیتاند از نظر فقهان امت اسلامی مردانی که معذورن باد روان دارن ادرارش دا این مسلسل می رود اینا از صلاحیت های امامت بیخی گپشان خلاص است و باقی آمدیم که نکاح در میان اهل سنه و در میان تشیع من همیش گفتم هم نادرست است نادرست است نادرست است اما شرح و بیانش زانو زدن به نزد کسی که شما از او بیاموزین گفتن که اگر درختانی که در دمی دروازه های خانه ها شانده شده و او را از اون وقتی که بزرگ میشه استفاده درست است یا میوهدار است یا بدون میوه هست در این راستا خدمت عرض میکنم که اصول یا تعارف یکی از موارد مهم در نظام فقه امت اسلامی عرف است العادت و عادت و عرف گهی گهی قضا و ممید قاضی می شود اگر ببینین هر خانه به نام حریم میگی یا ساحه سبز میگی دو میتر در شهرکایی که بعد در طی 20 سال اعمار شده دهی این به انداز دو میتر یا کمتر از دو میتر ساحه سبز داره او ملکیت مخصوص به اویلیش میشه درختش کاملا همه چیز استفاده پرورشش مربوطی صاحب خانه است اما در سرکه های عام چیزایی که شده او از بیت المال میشه یا گهی مال اوقافی میشه باز وقف خاص و وقف عام اگر میوهدار باشه برای همه مردم هم شانده شده که میوهش هر کس خورده برای هیچ اشکال نداره اگر وقف خاص به یک اداره خاص باشه باز وجود مسئله است این تقسیم بندی را اشاره کردم که آنانی که به فقه دسترسی دارند یا میخوان چیزی را نوشته کنند باز این شقوقه به عنوان تنقید در نظر بگیرند احکام تقسیمی وقف به عام و خاص و تقسیمی اصلی بیت المال وقف باز عام و خاص و احکامی وقف خاص و وقف عام و پرسان کردن متعلق به شب براعت نخست خدمتتان عرض می کنم برادران و خواهران امت اسلامی من نمی که در این باب قدر مخاطب داشته باش با آن هم برادران و خواهران امت اسلامی تحقیق علمی مجزا از هر نوع برچسب و اتهام است برادران و خواهرانم متعلق به براعت تا پای بس به من باشند که پنج شش دقه را شاید در بر بگیره و بیش. نخست اجازه دهید گویم که هر شب شب براعت است هر شب شب پانزده شعبان است آری لیالی قدر دهی اخیر رمضان استثناعات و ویژگی خواص خود دار اما شما سراغ ایمام بخواری برن محمدو رسول الله صلی الله علیه وسلم در این کتاب میفرماید ینزلو ربنا کل لیلتن الهلسماع الدونیا سبحان الله پایان میشود رب العالمین هر شب بلا فاصله به تعبیر شما 360 شب که یک سال است سال قمری کم از 350 چند روز چی وقت حین یبقا ثلوث لیل الاخر وقتی که شب سه تقسیم کنیم از میان سه تقسیم دو حصه رفته یک حیثه مانده از غروب آفتاب و از شام تا فجر صادق ساعت سنجیده شود به طور مثال نو ساعت باش وقتی که شی ساعتش رفت و سه ساعت از شب مانده این قسمت اخیر شب و ثلث اخیر گفته میشه دینمی وقت حین یبقی ثلث و لیل الاخر. اما یک جمله برای تصحیح عقیده مخاطبان بگویم و ایست پایان می شود رب العالمین هر شب به آسمان دنیا در وقتی که سوم حیثه از شب مانده دو حیثه رفته و قد این قدر اضافه می کنم ما یلیقو بی و شانهی و لیس کمیثلهی شیعان پایان شدن الله را بلزد در آسمان دنیا در عقل من و تو و فلسفی فیلسوف دنیا نمی گنجد فقط این باور و داشته های ماست که آنچه مناسب شان و جلال اوست و در عین حال و لیس کمیثل هیشه آن هیچ چیزی مانند الله نیست و در عین حال داشته تخصص عقیده از الکلام و فی صفات کل کلام فی ذات بحث در صفات الله مثل بحث در ذات الله به این معنا همون گونه که الله در ذات خود شبیه و مانند ندارد در صفاتش نیز شبه و مانند ندارد و یکی از صفاتش ینزل ربنا کل لیلتین الى السماع دنیا نزولشم مانند نداره آنچه مناسب شعن اوست آره متاخران امت توجیهات الزامی برای فکرهای غلط و اعتزالی و غیره انجام داده اند به جای خودش اما من داشته های اهل سنه و الجماعت را به عنوان معیار تسلیم شده خدمتتان عرض کردم عزیزانم در ادامه باز الله رب العزت چی ندا داره نداش نیز ما بی و بی جلالهی و لیس کمیثلی شیعن ندایی که صدای الله آنچه مناسب شان و جلال اوس و در عین حال مانند ندای الله هیچ ندایی نیست چی میگه؟ من یدعونی فاستجیب له من یدعونی له من يسألوني, من يسالوني فاعطيه ومن يستغفروني فاغفر له ستة جمله داره الله رب العزه تكرارا ميگم كل ليلتين بتعبير فقهان عديب أمت بصورت عموم در هر شب هيج استثناء ندارم يک شبم استثناء نکرده و الله رب العزه ستة تا داره من یدعونی ف استجیب له از من کی می تلبد جوابش دهم من یسئلونی ف اعطیه از من کی سؤال می کند دهمش من یستغفرونی ف استغفر له کی معافی می تلباد کی معاف کنم مخاباگرامی براراو خهران عیم این مقاله های انسانی نیست این منظومها ها و عبارات بنده ها نیست بنده های عادی بلکه گزارش محمد صلی الله علیه وسلم به منبع موثق بخاری یک اخبار غیبی که هیچ کسی به این وضعیت نمیفهم وقتی که هر شب امی ندا هست خیره که من و نمیشنویم مشکل نداره که منو تو نشنویم اخبار غیب الذین یؤمنون بالغیب تسلیم شدن در کار است وقتی که سال از دوازده ما در قسمت سلس اخیر شب یک نواخت ندای الهی است که از من به طلبیت من می دهم دنبال انتظار سال یک شب چی هستیم من در این راستا اندک از قسم از ام کلاسانم گیلایه دارم علمای عزیزم خطیبان بزرگوار پیش مامان امت شما نور چشمان منید شما تاج سر و عزت و شرافت جامعه و ملت ما هستین ولی از پیشنهادات بزرگانتا نرنجید وقتی که شروع اول شهبان شعبان اینمی صفحات است و واتسپ و ایمو و صفحه مجازی فضایل پنزده براد او شد که ای شد تمام روایات موضوعه را جمع میکن انده که منتظر باشین امی گب بر مهم است که بر روایت صحیح بخاری انزل رب، ربنا کل لیلتین الى سماع دنیا ای بر مهم است کل دنیا قبولیت میخواه فضیلت میخواه رحمت و نرمش میطلبد و هر شب الله ندا میکنه چرا میره هر شب نگیریم چرا امی هر شب و ما رو شب پانزده شعبان ندانیم چرا هر شب زندهداری نکنیم عبادات مقطعی نسازید این پیشنهادم مجموعه الرسائل عبدالحیل اکنوی رحمت الله علیه را علمای عزیز خطی بای بزرگوار کلتان پیشنهاد معمیست ببینین در این باب متعلق به براعت و پانزه شعبان روایات جمع کرده دروغا را به کلی رد کرده آنچه صاف و شفاف است بر تصفیه کرده اندکی تحقیق و تخصص در اینجا در کار است میاییم که در اینجا عزیزانم سلس اخیر شب هر شب تصفیه دل نفس هاست تطییب عبادت هاست، موقع استجابت دعاست و ما در آغاز الله رب العزت گفت من یدعونی دوم گفت من یسالونی سیم گفت من یستغفرونی فقیهان و محدثان اومد میگن ارسی یک معنا را داره خود تاکید است و گی گفته ان انسان که می یا از الله خود می خواهد که مصائب و مصیبت را از من بگردان یک و یا منافع را به خود متوجه می سازد دو و این دو هم یا منافع و مظاری دینی است یا دنیایی است به اساس تعدد اقسام ضرر و فایده ها الله رب العالمین سه دوره تکرار کرده پس وقتی که این ندا باشد ما را چی انتظار ما را چی انتظار به این که چی وقت به براعت است تکرار میکنم عزیزانم شما الحمدلله ملت قرن بیست است من یدعونی فا له من یسالونی ف اعطیه من یستغفرونی فا اغفر له اینمی سه نداره چرا هر شب نگیریم خواهران مادران من خصوصا پیامم به خواهران و مادران و ماست چرا منتظر یک شب هستین هر شب شب پانزدهی براعت باقی آمدم در این که سآل دوم خواهر ای بود صدر کد نماز می خاندیم ای را محققان اومد چنین آورده اند که صدر کد نماز البته ای معادل چند عمره و حج خدمت عرض می کنم که کاملا کاملا به اساس از هیچ سند صحیح اختیار نیست آری صلات و اللیل مثنا مثنا حدیث صحیحین و صحاح و سنن نماز شب دو دو رکت تحدید نداره چقدر که زورت میرس ولی صد رکت و ای صد رکت ده هر رکتش فلانی سوره سی دوره فلانی یازده دوره فلانی چند دوره کاملا به اساس از اس عزیزان دلم علامه مولا علی قاری محدث و فقیه کبیر حنفی و در این حال شیخ عبدالحیل اکنوی رحمت الله علی اردویشان متخصصان اومد گفتن هر گپ باید در ذخیره خودش حواله داده شود از جمله اینمی چیزها را مثال نشان میدهند که اینا با کتاب های سند و بی پدر و بی مادر است به ذخایر خودشان ریشه شرعی نداره امیدوار هستم که برادرانم تا اینجا گپ گرفته باشند آری شب پانزده اون فضیلت داره عبادتش فضیلت داره و در عین حال هم بگیرین اشکال نداره اما آنچه ملتا ها و منتظرن اون از امان روایات موضوعه و به اساس سینمی فیصله آخرین بود امیدوار هستم که همه دوستانم مطلب را به درستی بگیرن ما را تا ختم سخن با ما باشن حرف اول را حرفم را اول بعدا فیصله کن دوم برادر ما پرس... این سوال دو نفر کرده بود مسئله متعلق به براعت را و آجیس بزرگوار گفت یک کمی تفصیل شوه من گذیر شدم تفصیل کردم تکرارا میگم به دنیایی که صدای من میشنوین هر شبتان شب تان شب براعت و پانزه شعبان است خلاص دیگه تشویش نکو و ای دروغا و مزخرفا را از میان جمع شو باقی میاییم در وسیعت واجبه معنای وصیت واجبه همی است که هرگاه بچه به یک مثال بچه قبل از پدر بیمیرد از آن نواسه های کوچک و صغیر بیماند سیستم قضایی و قانون در افغانستان و بعضی کشورها همی که امو حقی را که پدر از امو امی پدر متوفا از پدر خودش میبرد بچههای بچه های او نیز از باباش امی ام حق را میبرند لازم لازمی را میبرند وسط واجبه امی میگه اصلا شرح ازی هم کمک ضرورت اس قرآن میگه کطب علیکم اذا حضر احدکم الموتو ان طرک خیرنی الوصیت للوالدین و الاقربین همیتو پیش میره قرآن میگه کی وقتی مال داشتی در وقت مردن وصیت برای والدین و اقربین بالای شما فرض است حقنا للمحسنین بنا ان وصیت واجبه میگه امیس باید او پدر وصیت میکردم پدر پدری که میمره بعدا ولی که نکده واجب است اما چهار فقیه مشهور امت اسلامی میگه قرآن گفته و اولو الارحام بعدهم اولا به بعد آیات میراس است این مسئله زمانی بوده است که و میراس نبود هرگاه که آیات میراس نازل شد به آیات میراث وصیت واجبه کاملا منسوخ است دو آیت با هم تعارض هم نداره تناقض هم نداره مستشرقین هم اعتراض نکنه وصیت به کلی منسوخ است خلاص از نظر تخصصی از نظر تخصصی نیز از صحابه ای کرام چنین وضعیت نقل نشده از تابعین نشده لذا ای برداشت برداشت شازه هست قول مفتابهی نیست. صرف یک اعتراض مان، اعتراض همیست کودکانی معصوم همک گرسنه و تشنه و بیمار و بیجای بی جای بی یعنی امی برداشت شماست عزیزانم، فقهانی که میراث نمی دهند چی می گویند؟ هر که عصبه این کودکان و اولیای کودکان هست خوردن، نوشیدن، مصاریف تربیه کاملا مجانی بالای ایشان است منمو کاکا کاملا تا زمانی که کودکان ممیز میشن دستشان به سرشان میرسد به تعبیر عام همه مصارف بلا عوض بالایشان است اگر نمی کرد باید قاضی در جریان شود قضا فیصله خود صادر میکنه که چنین حکمی است امیدوار هستم که متعلق به وصیت واجب هم حرفی ر مطالب گرفته باشند باقی گفت در که نماز قبل از ویتر چطورنکیس کیس و سوره های مخصوص است و چنان است برادر جان من در تمام 50 سال رو می وضعیت ها را من نشدیم اول بارست از شما میشن باقی خواهر ما پرسان کردن که زنانت اچی سواب عیادت بیمار آیا به مردان است یا به زنانه هم هست نه خیر. یک زن مادرش بیمار است کاکایش بیمار است مامایش بیمار است مهاریمش بیمار است به نیت سواب بیمار پرسی می رود ما نمیتونیم کی را بکشیم استثناء کنیم چرا زیرا سواب عیادت و بیمارپرسی در احادیث به صورت عموم آمده خصوصش از جانب صاحب شریعت می بود ما خاص کرده نمیتونیم سواب به دو طرف است خمیر کد و نان کد گفت خو سر سر من نفهمیدم فکر میکنم در روز اول مرده گفت سیم گفت آرد خاص و خمیر خاص و کی بخوره و کی نخوره این شریعت های بی بیگک بی علم است. از ما نرنجه نیگه رو من مسئله توفه در عروسی البته یکی بحث های مزخرفات و التزامات و تظاهر و چیزای است که به جای خودش است نفس توفه دادن به ارشاد رسول صلی الله علیه وسلم تهدو تحابو سیس تها دو تها بو علماء عزیز سر ما حمله نکنن که از باب تفاول است امرش است نه امیل از فکرم نرسید که کدامش از خودتان بیندیشین تها دیو تها دو ممکن تها دو باش تها دو تها بو یعنی با هم هدیه دیهید دوستیایتان بیشتر شود این هدایت رسول صلی الله علیه و سلم است باقی چیزای مزخرفات و چیزا را میکشیم و برادر ما پرسان کردن که در سفر مثلا در بلخ ها نیت اقامه کرده بعد میره تاش قرغان و کلدار و ایلوسولی دیگری نخیر به این وضعیت دو منطقه نیت است درست نیست گفتن که اگر در جنازه کودکان دعا فراموش شود فراموش شد دیگه ما ایاده نمی کنیم عزیز دلم و پرسان کردن که گهی گهی ملت به این باورن که تا ملای مسجد خودشان از آن نگفته شام افتار نمی کنن و سحری را بس نمی کنن این گب نیست از آنها معیار نیست به خاطر از این معیار نیست که معزین معیاری نیست وگرنه معزین که معیاری باشه از آنها کاملا معیار است ام در صبح ام در شام اما به تعصف ایتو نیست مهم اینجاست که شام شدن و فجر صادق بر ما مهم است و گفتن که در سه رکت شام یک رکت گرفتیم یک رکت دیگر را یا تحیات بخوام و گفتن که بیان کردن بالای قبر از چی قرار است جناب امام بخاری رحمت علیه یک باب داره باب و المحدث عند القبر و قعود و اصحابه حوله باب در بیانی که یک نفر محدث سر قبر نشسته بیان میکنه و دیگران در اطراف او می باشد بعد حدیثی را که ما من من احد و ما من نفس منفوس الا کتب مکانها من, من الجنة والنار. او این نار و النار و رسول گرامی بیان کرد که هر کس در اینجا رفتن به جهنم یا به دوزخ دار خلاصه مطلب همیست که برداشت من از حدیث همیست بیان متعلق به مرده در مساجد و در مجالس و در سمینارها و انجمنها نباشد گرچند در این باب منی بیچاره را هم نیز در مساجد به بیان گرفته اند اما اونجا بحث علمی نمی شود مخاطبان میدانند، من به حیث وسیله تعلیم و بیان آگاهی بیان کردم اما برداشتیم همیست که باب و موعدت المحدث یک باید کسی بیان بکنه که در قرآن و حدیث معلومات دار دوم نشسته بیان کرده رسول گرامی صلی الله علیه وسلم سوم یارانش در اطرافش نیز نشسته بودن چهارم قبل از اینکه که دفن خاک تمام شود بیان شده اگر علمای عزیز و مخاطبان من با من مخالفت نکنه امی برداشت خیلی برداشت نازنین است من از آنم نیستم که هر بیان و هر تعلیم بدعت بگویم چنانچه که بعضی گفتن او تو نیستم اما بحث به صورت تخصصی و علمی باشه و اتباع سنه خیلی خیلی مهم است از همه عزیزان من به این تناسب این سوالم حل شد خدمتتان باقی می مسئله که گفته کسی که شاگرد مقصر باش شاگرد مقصر باشه او را استاز آق کرده باش جواز نماز کاملا جایز است هیچ مشکلی نداره بحث کراحت عدم کراحت کمترین افراد بوده باشد که پشت او نماز مکروه نباش اگر به کتاب امامت مسائل متعلق به امامت فتاوی برند مطلب می گیرن. زنانه میتونه خود چوف کنن یا کسی را هیچ مشکل نداره این احتکارها در عصر امروز هیچ مشکلی نیست درست نیست مگر فقط و فقط در این رابطه میگم که شرایط چوف و کف آداب چف و کف چی را به چی عقیده مخاطب باش اونو به نام و،, و کف مشروع و غیر مشروع فقهان امت بحث و پیگیری دارن از آیات احادیث از داشته های از رسول گرامی خوانده میشه به مریض چوف میشه زن به شوهر شوهر به زن اولاد به پدر پدر به اولاد به صورت عموم ولی شرط که یاد داشته باش جهان سپاس از همه پرسنده هایی که ما را و خودشان را وسیله خیر به دیگران گردانیدن و جهان سپاس از مجریان و مدیران برنامه که یک ساعت و چند دقیقه را مساعد ساختن من در اختیار شما بودم با امید انکشاف زینها با امید سعادتمندی برای همه من و شما الله رب العزت ما و شما را در اردو دنیا سعادتمند داشته باشه سبحانک اللهم و بحمدی که نشد و اله, اله الا انت خیرکانتو و